تا شمشیرها و تیرها بگیرندش. تو گفتی پاک شدم، آن یکی گفت که به فکر رجز خوندن افتادم، چه مبارک رجزی. همان حرف حضرت زینب و همان رجز خانی زهیر بود که تاریخاً برگونه آرمانی و ایدئولوژیک و عقیدتی این راه رو بر شمایان بر ما باز گشود که میتوان و باید. جواد تو برو، حسین سربازات زود باش. اگه اجازه بدین از تنوادم درخواست میکنم، چون دیگه صحبتهای جواد شنیدم واقعا نمیتونم تحمل کنم. خانم دوستانی از لحظاتم بگم، مهمترین لحظم که دیدن شادی خواهر مریم بود. از تشمه بعد از ظهر 6 مرداد که اون جریان پیش اومد، من چون ویژگی دستگیری طوری بود که اما ابتدای کار ما رو دستگیر کردن، بعد از جریانتون رو به زور بالاخره بردن تو ماشینایی که آورده بودن. 1 ساعت و نیم توی ماشینی بودم که شاهد جریانات تهاجمای وحشیانه شون و دستوراتی که فرماندهش میداد که تیراندازی کنید، تهاجم کنید. به عربی دستور میداد به نیروهاش که به هر قیمت باید وارد شید. من شاهد بودم که دست بسته و پا بسته بودیم با یکی از بچه‌ها، 2 نفر تو ماشین بودیم، ولی ماشین طوری بود که نیمه دید داشتیم به صحنه و میشنیدم. مدتی گذشت، دیدم صحنه نیست که داره ماشینامون، ماشین آیفا، لند کروز، ماشین زیادی داره از درب شمال میره بیرون. بعد از مدتی بالاخره ما را ستون شد و بردن از مسیر دور زدن و از مسیر به اصطلاح آکادمی میگن بردن مرکز فوج.